یکی از اون نکات مهم میشه تو خودرو باید بهش توجه کنیم دمای موتور خب این دما توی خودرو تا چه اندازه میتونه بالا بره زیاد شدن این دما تو خودرو باعث چه مشکلاتی میشه دلایل و علائم زیاد شدن دمای موتور چیه و چطوری میتونیم این مشکل رو رفع کنیم تو این ویدیو قراره در مورد این مسائل براتون صحبت کنم پس تا آخر ویدیو همراه من باشید و نکات مهمی رو تو این ویدیو بهتون میشن از وقتی که ما سویت ماشین رو باز میکنیم و استارت رو میزنیم عمل احتراق توی خود رو شروع میشه در اثر این سوختن انرژی و حرارت تولید میشه برای اینکه بیان این دما رو کنترل کنن و اونو کاهش بدن اومدن یه سیستم خنشکار توی خود رو در واقع طراحی کردن خب این سیستم خونشکاری هم شامل حالا رادیاتور میشه فن رادیاتور میشه واتر پمپ ترموستات و قطعات دیگه اینا یه مجموعه به هم پیوسته هستن که میان دمای موتور رو در حالت نرمال نگه میدارن حالا اگه فکر کنید این سیستم خونشکاری توی خود رو نباشه قطعات در اثر این حرارت تغییر شش میدن و حتی بعضیشون هم زوب میشن و آب بندهای موتور کلا آسیب میبینن یه مثال خوبی که در این رابطه میشه زد بدن خودمونه دمای بدن ما حدود 37 درجه است وقتی که حالا این دما کم و زیاد میشه اون حالا تب میکنه یا دچار مشکلات دیگه میشه توی خود رو هم به همین شکله وقتی که دما بالا میره از اون حد استانداردش باعث آسیب و کاهش عمل کرده کلی موتور میشه حالا به اونها هم اشاره میکنم الان ببینید بر اساس قانون دوم ترمودینامیک صد درصد انرژی تولید شده توی یه موتور رو نمیشه در واقع دریافت کرد این حالا فکر میکنید که بقیه این انرژی که تولید میشه کجا میره ببینید بخشی از این انرژی که تولید میشه به حرارت تبدیل میشه همین گرمای هدر رفته است که باعث میشه که خودرومون در واقع داغ بشه پس 100 درصد انرژی هیچ وقت به کار تبدیل نمیشه خب حالا این گرمای تولید شده توی خودرو چه سخفی داره ببینید از لحاظ اعداد ارقام خودروها حد اکثر دمایی که میتونن در واقع داغ بشن حدود 120 درجه سانتیگراده که مایات خونش کننده میتونن این رو به راحتی در واقع خونش کنن اگه دما بیشتر از این بشه دیگه سیستم خونش کاری کارهای لازم رو نداره و نمیتونه این دما رو کنترل کنه پس دمایی که بیشتر از 120 درجه سانتیگراد توی خودرو باشه باعث میشه آبمندها ها و قطعات داخلی موتور دچار آسیب و خرابی بشن حالا خودروها یک کارکرد دمای نرمال دارن که خودرو باید به این دما برسه تا اون کار خودش رو به دست بیاره این دما حدود 87 درجه تا 103 درجه سانتیگراده اکثر خودروها توی این محدود دمایی در واقع کار میکنن و یه نشته که هست هرگه سعی نکنیم که خودرومون رو تحت فشار قرار بدیم چون باعث میشه که دمای ماشینمون افزایش پیدا کنه حالا چون این خودروها برای حالت عادی درست شدن اینا نمیتونن بیشتر از این سقف دمایی رو تحمل کنند یا حالا یه سری از خودرو هستن که برای مسابقه ساخته شدن اینا چون کیفیت موادی که توشون به کار رفته مخصوصه اینا میتونن دماهای بیشتری رو نسبت به خودروهای عادی در واقع تحمل کنند خب حالا به این میرسیم که فرزن دمای ماشینمون بالا رفته حالا فکر میکنه که وقتی این دما بالا بره چه اتفاقی برای خودروی ما میفته ببینید موتوری که دمای اون از حد استاندارد بالا بره حتی با رانندگی توی مسافت های کوتاه ممکنه قطعات مهمی مثل واشر و خود سیلند و سرسیلند آسیب ببینن آببند های موتور که باعث جلوگیری از نشتی میشن آسیب میبینن قطعات الکترونیکی و سنسورا در اثر این حرارت دچار آسیب میشن عملکرد کلی موتور کاهش پیدا میکنه و توان لازم رو نداره و مشکلات دیگه هم به وجود میاد وقتی دمای خودرومون بالا میره علائمی رو از خودش بروز میده این علائم چی هستن اولین علامت مربوط میشه به خود آمپر دمای ماشین وقتی که این آمپر از اون محدوده دمای خاص که براش تعیین شده بالاتر میره متوجه میشیم که دمای موتور بالا رفته دومی موردم روشن شدن چراغ های حشتاره. حالا توی خودروهای قدیمی تر چراغ روشن میشه و حالا خودروتون اگه یکم جدیدتره و پیشرفته تره اینا نشانگر دمای آب دارن که وقتی دما بالا میره این نشانگرا روشن میشن مورد سومی که هست اینه که از موتور خودروتون صداهای غیر شنیده میشه مورد هم نشتی و سری شدن روغن موتوره مورد پنجمم بوی سوختنه این تشخیصش یکم راحت تره وقتی که موتور حرارتش زیاد میشه باعث میشه که آب بند ها و واشر که توی موتور استفاده شده اینا خاصیت خودشون رو از دست بدن و اینا حالت سوختگی پیدا کنن یا اینکه روغن موتور در اثر برخورد با قطعات داغ باعث میشه که بخارات رو از خودش متساعد کنه که اینا همشون باعث ایجاد بوی سوختگی توی موتور خودروتون میشن پس این پنس تا علائم و نشانه میتونه در تشخیص افزایش دمای موتور خودروتون کمک کنه خب حالا به نظرتون چه دلایلی باعث میشه که این مشکل توی خودروی ما به وجود بیاد اولین مورد خرابی ترموستات وظیفه ترموستات کنترل کردن دمای مایع خنک کننده و هدایت اون به سمت پیشرانه است اگه ترموستات به هر دلیلی خراب بشه و به درستی عمل نکنه و بسته بمونه نه از رسیدن آب رادیاتور به موتور میشه مورد دوم اختلال در عملکرد فن خودرو ببینید فن رادیاتور با هدف انتقال هوا به رادیاتور و خنک کردن آب برگشتی عمل میکنه وقتی دما زیاد میشه اینم به تبع اون دما با سرعت بیشتر کار میکنه و وقتی دما کمه با سرعت کمتری کار میکنه این فنا به وسیله قطعات الکترونیکی و سنسورها کنترل میشن مشکلی که برای این فنا پیش میاد اینه که احتمال داره حالا اون سنسور هایی که اینو کنترل میکنن خراب شدن یا اینکه از طرف ECU اطلاعات نادرستی به فنها فن ها ارسال میشه یا اینکه ترک یا شکستگی هایی روی فن رادیاتور وجود داره که باعث میشه که این هوا به درستی به گردش در نیاد و عمل خودش کاری با مشکل مواجه بشه مورد سوم خرابی واتر پمپه. من قبلا در مورد واتر ها یه ویدیو درست کردم اگه خواستید اونو ببینید من رو این بالا میذارم در مورد واتر ها من توضیحات توضیح کامل رو دادم ولی خب توی این مورد چون واتر پمپ عمل گردش آب رو داخل موتور انجام میده و همچنین حرکت این مایه خنشکار رو به سمت رادیاتور رو برات داره بعضی وقتا ممکنه واترپمپ پمپ خرابی و مشکل بشه و وقتی هم که این واترپمپ پمپ خرابی میشه اینا یه صدایی از خودشون تولید میکنن و بخار آب از رادیاتور بلند میشه اینا نشانه های خرابی واتر پومته. مورد من کم بودن میزان سطح روغن موتور حالا میگید که روغن موتور سرعتی داره به بالا رفتن دمای موتور ببینید روغن موتور علاوه بر اینکه وظیفه روانکاری قطعات داخلی موتور رو عهده داره وظیفه انتقال حرارت به خونشکاره رو هم برات داره حالا وقتی که این روغن داخل موتور کم میشه خب استهلاک هم به تبع اون زیاد میشه چون روغن کاری به درستی انجام نمیشه استهلاک زیاد میشه در اثر این استهلاک زیاد حرارت بالا میره خب شما باید سطح روغن موتور رو هر از سنگای چک کنید که در اثر حالا احتمال داره که خودروتون نشتی روغن شده شما بعدا متوجه شدید این نشتی باعث شده که روغن در واقع داخل موتور کم بشه و این کم بوده روغن باعث بروز افزایش دمای موتور شده خب حالا فرزن خودروتون دوچار این مشکل شده شما باید هر سه سر سریتر نسبت به رفع این مشکل اقدام کنید خب حالا اگه این جرم شدن یه وقتایی رخ میده و بعضی وقتا دوباره به حالت قبل برمیگرده شما میتونید به راحتی رو پیدا کنید ولی حالا توی یه شرایطی که خودتون به شدت جرم شده و بخار از در واقع رادیاتور بالا میزنه شما باید به سرعت دمای ماشینتون رو پایین بیارید تنها کاری که شما باید بکنید اینه که تمام درهای ماشینتون رو باز کنید بخاری ماشینتون رو روشن کنید و توی درجه آخر بذارید کاپوت رو بالا بزنید تا هوا بتونه به جریان در و اون حرارت رو یکم انتقال بده به بیرون بعد این کار شما باید روی رادیاتور ماشین یه مقدار آب بریزید بدون اینکه سرش رو باز کنید چون سرش رو باز کنید همتون هم میدونید که وقتی بخار از ماشین بلند میشه در رادیاتور نباید باز بشه قبل این کار شما باید این حرارت رو یکم پایین بیارید پس شما میایید یه مقدار آب به صورت آهسته روی رادیاتور میریزید و این دما کم کم پایین میاد بعد اینکه این, این دما یه مقدار پایین اومد شما میتونید ببینید چلا مشکل خودتون از کجاست سطح ضد یخ رو چک کنید سطح روغن موتور رو چک کنید احتمال داره که روغن موتور در اثر آلا نشتی یا موارد دیگه کم شده باشه و باعث شده که دمای موتور بالا بره و حالا گوش کنید ببینید صداهای غیر عادی از خودتون میاد یا نه احتمال داره گفتم واتر پمپ دوچار خرابی شده باشه یا ترموستاتم خراب شده باشه احتمال داره بعض وقت هم این تسمت های من دوچار خرابی شده باشه اینا رو باید چک کنید بعد این کارا اگه شما خودتون نتونستید متوجه بشید که مشکل از کجا شما باید خودتون رو به نزدیکترین تعمیرگاه برسونید یه نشته دیگه که هست که خیلی هم مهمه وقتی خودروتون دوچار داغ شدن میشه شما به هیچ عنوان نباید خودروتون رو خاموش کنید شما باید خودروتون رو توی جای پارچ کنید و بذارید خودروتون درزا کار کنید چون شما اگه خودروتون رو خاموش کنید احتمال داره که این ها گیر پاش کنن پس به هیچ عنوان خودرو رو خاموش نکنید خب بچا این تمام مسائلی بود که در رابطه با افزایش دمای موتور ماشینتون در واقع وجود داره من سعی کردم اینا رو به طور ساده برای شما ارائه کنم امیدوارم از این ویدیو بهره کافی رو برده باشید منتظر ویدیوهای بعدی از کانال من باشید فعلا تا بعد